روزنامه فرانسوی لوموند روز چهاردهم سپتامبر 2018 سوم شهریور طی مطلبی با عنوان ایران طوفان نزدیک می شود می نویسد در حالی که مدت کوتاهی بیش از این به نظر می رسید همه چیز بر وفق مراد جمهوری اسلامی پیش می رود اکنون این رژیم هم در داخل کشور و هم در خارج کشور در موضع تدافعی قرار گرفته و به هر سو که می چرخد با مانع مواجه می شود به طوری که آشکارا نگران آینده خود در کوتاه مدت است. لوموند پس از مرور تحولات منطقه و خروج آمریکا از برجام می افساید سرمایه بزرگ اروپایی باز می گشتند. اما رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ بعده های انتخاباتی خود را مو به مو اجرا کرد و توافق اتمی وین را به رودخانه پوتومک در واشنگتن انداخت. او از شعار مهوری حزب جمهوری خواه آمریکا تبعیت کرد که طبق آن جمهوری اسلامی مادر تمام مصائب خاور میانه است این رژیم حزب الله را تا دندان مسلح کرده و جمله انبارهای انباشته از موشکهای تهدیدکننده کننده برای اسرائیل در اختیار آن قرار داده است عراق را بیسواد کرده و یک ذراتخانه موشکی بزرگ نیز برای خود ایجاد کرده است لومون در ادامه به تحولات قیام ایران و اعتراضات اجتماعی و تشدید تحریم علیه رژیم پرداخته و می نویسد ترامپ تحریم علیه رژیم ایران را مجددا برقرار کرد و قرار است در ماه نوامبر تحریم های دیگر ایرانیز اعلام کند. این تحریم ها فروش نفت جمهوری اسلامی را دشوار خواهد کرد. شرکت های اروپایی که به آنها اختار شد باید بین بازار ایران و بازار ایالات متحده یکی را انتخاب کنند در حال ترک ایران هستند و وضعیت اقتصادی این کشور مستمرا رو به وخامت می رود. از ماه آوریل ریال نیمی از ارزش خود را از دست داده و کار اعتراضات اقتصادی و سیاسی بالا گرفته است. تظاهرات خیابانی شمار زیادی از شهرهای کشور را به لرزه در می آورد. سخت سران رژیم بر محور علی خامنه ای و سپاه پاسداران که خود به یک قدرت اقتصادی و نظامی بزرگ تبدیل شده است، حسن روحانی را به هاشی راندند. روزنامه یلومان درباره وضعیت رژیم در عراق و روسیه می نویسد وضعیت در عراق به عنوان یک تحت الحمایه خوب نیست. پروسه طولانی و پرفراز و نشیب تشکیل دولت جدید در بغداد مخالفت های فضاینده با مداخله رژیم ایران در امور داخلی عراق را حتی در بین شیعیان عراقی که کنسولگری جمهوری اسلامی در بسته را با آتش کشیدند نشان می‌دهد روابط رژیم ایران با شرکای روسی خود نیز مرحله دشواری را می‌گذراند چرا که اسرائیلی‌ها در برابر تهدیدهای رژیم ایران یک پشتیبان محکم به نام روسیه پیدا کردند و روس‌ها رژیم ایران را قانع کردند که از فاصله 85 کیلومتری مرز با اسرائیل فراتر نروند. لومان در بخش پایانی مقاله ایران طوفان نزدیک می شود درباره چشمانداز مذاکره آمریکا و رژیم نوشته است واشنگتن شرایط خود را برای مذاکره به رژیم تهران اعلام کرده و می گوید درباره توافق وین دوباره به مذاکره پرداخت و لغو تحریمها را مد نظر قرار داد مشروط بر آنکه توافقنامه جدید زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی و سیاست منطقه آن را نیز در بر بگیرد. ایالات متحده میخواهد به این ترتیب دالان شیعه را برچیند. از نظر برخی ناظران این به مسابه درخواست خودکشی از جمهوری اسلامی است و طبعا چنین ای را رد خواهد کرد. از نظر برخی دیگر مانند دنیس راس دیپلمات پیشین آمریکایی رژیم ایران در لحظه مناسب یعنی در لحظه ای که روحیه بازاری و معاملگر آن بر اراده سلطه بر منطقه بچربد ممکن است راه سازش را برگزیند اما هیچ تضمینی برای این چشمانداز وجود ندارد